بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم که اوقات بر وفق مرادتان بوده و باشد و خواهد بود. امروز جمعه هست، 17 سپتامبر 2021، برابر با 26 شهریور 1400. متاسفانه دیروز در خبرها دیدم که آقای یعقوب ظروفچی بر اثر کرونا درگذشت. ایشون یکی از خوانندگان ترک یا آذری زبانی بود که خیلی صدای قشنگی داشت و واقعا حیف که این بنده خداها اینجوری از بین میرن و میشه گفت تقصیر هم از دولت بود که به موقع اقدام نکرد برای واکسن های مختلف. ولی جالبه که الان میدونید که روحانی گفته بود که واکسن سوهان قم نیست که بشه به آسانی تهیه کرد، ولی الان میگن که واکسن از سوهان قم زیادتر شده. من حتی یه فیلمایی دیدم از ایران نشون میده، اون بالا نوشته و شما حق انتخاب دارید که کدوم واکسن، تو هر صفی وایسین اون واکسن رو میزنید. امیدوارم بگذره این روزگار سخت کرونا و مردم بعد از دریافت واکسن به زندگی معمولی و روزانه خودشون بتونن به اصطلاح ادامه بدن. شما نظرتون چیه؟ شما از ایران و جهان چی شنیدید؟ و دیروز بود باز یه خبری همه جا صحبتش بود، اینکه اسرائیل هم گویا در مقابل آخوندا کم آورده و دیده با این جانوران نمیشه حریف بشه و از این ور ممکنه آمریکا و کشورهای دیگر رو از دست بده. به همین خاطر مجبور شده گفته که هر چی که آمریکا بگه ما قبول میکنیم در رابطه با برجام. حتی نتانیاهو با این نخست وزیر جدید یک کمی دعواشون شده و این گفته که تو به اون قدیمی نتانیاهو گفته که تو ایران رو فشار دادی که بیشتر بره به طرف بمب اتم و اینها و ما راهمون از راه تو جداست. نظر شما چیه در این رابطه؟ اگر دوست داشتید در صفحات فیسبوک شخصی من و صفحه فیسبوک مردم تیوی میتونید نظرات خودتون رو بنویسید. من کاری که میکنم بعد از برنامه این ویدیوهای فیسبوک رو برمیدارم، ویدیوهای یوتیوب رو میذارم. حالا نمیدونم به اصطلاح درست نیست، خیلی کارها هست ما انجام میدیم بعدا میفهمیم کاری که انجام دادیم درست نبوده. و اما آقای فرزاد نیساری، ازشون خواستم که این جمعه با ما باشن، نتونستن، گرفتاری داشتن، احتمالاً هفته آینده با ما خواهند بود. همین امروز که من با شما صحبت میکنم از 3 روز 4 روز قبل در واشنگتن فنس کشیدن، نرده کشیدن، پلیس آوردن، اون ارتشی که بهش میگن گارد ملی، نشنال گارد، اونا رو آوردن و میخوان ماجرایی مثل ماجرای ژانویه 6 ژانویه 2021 اتفاق نیفته. حالا تازه معلوم شده که واقعا اون روز ترامپ در فکر کودتا بوده و شانس آوردن مردم آمریکا، دموکراسی آمریکا شانس آورده که اینجا اون ماجرای چکن بالانس و یه عده افراد واقعا وطن پرست با غیرت مثل این جنرال میلی هستن که پیشگیری کردن از این ماجراها و صحبتایی که شده بوده. یه نفر از ایریا کد 45 پیغام گذاشته، در برنامه زنده پیاما رو گوش نمیدم، بعد از برنامه گوش میدم و تماس میگیرم، مگر اینکه طرف روی فیسبوک بنویسه کی هست پیام گذاشته و این ماجرای برنامه‌های زنده و تلفن‌ها و اینها نشون داد که ما به درستی نمیتونیم از آزادی استفاده کنیم و هنوز زمان داریم. دیدید این شاولایا میگن شاه خیلی پیشرفته بود، خیلی از 50 سال از دموکراسی ایران جلوتر بود و اینها. دیروز یه نفر نوشته بود قدر این رضا پهلوی رو بدونید، گفتم آره اینو ببرید زیر خاک مثل گنج و اینا خاکش کنید، 50 سال دیگه بیارینش بیرون. ترامپ کودتا در حد دیوانگی، این مرد به حدی دیگه زده به سیم آخر که تاریخ و روز و اینها رو هم بلد نیست.
همین دو سه روز گذشته برای که از اینایی که دارن میان اینجا تظاهرات کنن که به هزار نفر هم نخواهند رسید از اینا دفاع کرد و گفت که آمریکا تا 3 سال دیگه از بین میره. این چیزیه که همه دنیا بهش اذعان دارن، میگن آمریکا یا باید روش رو عوض کنه، از این قلچماقی و شعبون بیمخی دست برداره یا نابود میشه. حالا ترامپ هم حتی گفته آمریکا تا 3 سال دیگه از بین میره، ولی ترامپ نادان و شالاتان از این ور میگه آمریکا از بین میره، از اون ور میگه من سال 2024 یعنی بعد از 3 سال خورده دیگه میخوام رئیس جمهور بشم. شانس رئیس جمهور شدنش یا حتی ثبت نامش هم هر روز کمتر میشه، چون طرفدارانش یکی یکی دارن میفهمن که این فقط برای پول داره به اینا به اصطلاح هی دروغ میگه و اون دروغا رو ادامه میده. و دیدید که هفته گذشته یه جایی یه برنامه گذاشتن 10,000 نفر گفته بودن میایم، سر کارشون گذاشتن، کمتر از 300 نفر اونجا اومدن. و شما اگه رفته باشید این برنامه ها میدونید که اون 300 نفر کسایی هستند که بلنگو آوردن، اومدن اون سن یا صحنه رو درست کنن، نمیدونم تصویر، پلیس، فلان اینها. یعنی میشه بگی حقیقتاً اون دیوانه تر از ترامپ اون یکی که یه شرکتی داره، یه کارخونه‌ای داره که متکا میسازه، بالش میسازه، بهش میگن مای پیلو یعنی بالش من، و اون مردک اینقدر پول خرج کرد و اینا. برید زندگی اونو نگاه کنید، یه آدم معتاد، یه آدم روانی، بعد رفته مذهبی شده، حالا که مذهبی شده میگه خدا این ترامپ فرستاده. و بترسید از اونایی که میگن خدا فلانی رو فرستاده. میدونید حتی شاه باور داشت که خدا و پیامبران و امامان اینا باش در تماس هستن و اون فرستاده خدا و اینها هست. آقای زمانیان از شما هم ممنون. آقا مثل این که این آقای رئیسی واقعا یه کارای انجام داده و این دوستانی که این میگفتن پاشو نمیتونه از ایران بیرون بذاره و اینا، امروز دیدم نوشت که عضو اصلی شانگهای هم شدن. بذارید من اینجا. و دوستان یادتون باشه فرانسه امروز یا دیروز یه سیلی سختی خورد از آمریکا، انگلستان و استرالیا، چون اینا به منافعشون که میرسه به همدیگه ضربه میزنن، هیچ وفاداری به هم ندارن. استرالیا چندین ساله که قرارداد بسته که زیردریایی بخره از فرانسه، ولی حالا انگلستان پریده وسط و گفته ما زیردریایی اتمی بهت میدیم. بعدم میگه البته این اتمش برای بمب و اینا نیست، فقط برای سوختش هست. در صورت حالا باید ببینیم چه خواهد شد. دادگاه آقای حمید نوری یا حمید نوری عباسی در سوئد همچنان برقرار بود تا اینکه امروز گویا گفته بوده که این دادگاه توهین کرده به خمینی و دادگاه رو متوقف ساخت. میدونید که یه دفعه دیگه هم دادگاه رو به اصطلاح گفت استراحت بدن، تنفس، برای که گفته بود اینایی که بیرون شلوغ میکنن به اصطلاح مانع این میشن که این بتونه تمرکز داشته باشه. آقای اکبری شیرازی خوشم اومد از این پیامایی که گذاشت. فکر کنم تو اون قسمت قبلی سیستم فیسبوک ما تصویر نداشت که من قطع کردم، دوباره اومد. خوشحالم که الان هستی و اشکال از شما و اینترنت شما نبود، اشکال از این بود که این دو تا دستگاه باید برای فیسبوک هم تصویر میفرستاد نفرستاد. و من ممنونم از شما که خبر دادی که من اونو درست کنم و اون ویدیو تا 1-2 ساعت دیگه قرار داده میشه در ویدیوهای ما. مصاحبه داشتم با این آقای علیرضا نوریپور، واقعا آدم دلش کباب میشه و ناراحت میشه. میدونید شما خودت پیر میشی نگاه میکنی بعض وقتا افسوس میکنه، میگه جوان بودم اینجور اونجور اینها. بعد اینا همسن از پسر من جوانتره، آقای نوریپور. من 3 سال پیش با ایشون مصاحبه داشتم و همینجوری با هم باز تماس گرفتیم و اینها. گفتم چه حال چه خبر، الان دیگه فکر کردم رفته دانمارک و ریسالا رفته کانادا. گفت نه آقا من برگشتم ترکیه. گفتم من ترکیه با شما مصاحبه نکردم، من دانمارک با شما مصاحبه کردم. گفت بله،
اینجوری شده و مجبور شدیم برگردیم یا بریم کمپ بسه، حتما اونم میذارم نگاه کنید. ممنونم که آقای احتشامزادم اینجاست. آقا مهران عزیز، آقا عکساتو با ریش دیدم، چقدر پیر میشی با اون ریش و اینها، اصلا باورم نمیشد که این عکس شماست. بزن آقا ریش چیه؟ ریش مال آخونداست، پیشکش اونها باشه. البته میدونید که آخوندا چرا ریش میذارن، که اگه یه روزی تقی به توقی خورد، دری به تخته خورد، خواستن فرار کنن، ریششون رو بزنن، یه شبه شناخته نمیشن دیگه. ولی من و شما اگه بخوام یه ریش بذاریم، من که یه ماه طول میکشه، بعضیا دو هفته سه هفته طول میکشه تا ریش بذارم، ولی ریش زدن خیلی آسونه. ریشش میزنه، سیبیلش میزنه، احتمالاً زیر ابروش بر میداره، موهاشون هم که اون زیر خدا میدونه زیر عمامه چقدر بلنده چقدر کوتاه، در صورت تغییر قیافه دادن براشون خیلی آسونه. و اون خواننده بیچاره آقای توماج شعری ساخته بود، هم برای آخوندا، هم برای اپوزیسیون، هم برای خارج نشینا که دنبال سوراخ موش بگردید و اینجور و اونجور. بعد گفته بودن که حالا باید بگیریمش، باز پیامی فرستاده بود که اگه میخواین منو بگیرین، یکی دو نفر برای من کافی نیست. 12 نفر رو فرستاده بودن، این بنده خدا رو گرفتن بردن. من نوشتم که امیدوارم این رو من و شما به کشتن ندیم، چون کاری که ماها انجام دادیم تو 30-40 سال گذشته، حقیقتا اینم که میگیم 30-40 سال گذشته، بی خود دوستان، همه ما تا 20 سال پیش به فکر خودمون بودیم، به فکر زندگی خودمون بودیم. از 20 سال پیش که وضع اقامتمون، وضع زندگیمون یکم شکل گرفت، موندیم و اینها، اون وقت گفتیم ای راستی یه وطنی هم داشتیم ها، حالا ببینیم چه خبر. اون آهنگم بود چه خبر از ایران، و از اون موقع را افتاد این ماجرای اپوزیسیون که متاسفانه به نظر من فقط کمپوزیسیون هستن. همین دو سه روز پیش من یک جنگ لفظی داشتم با آقای پروفسور هوشنگ امیر احمدی. گفتم آقای امیر احمدی، شما الان تو برنامه های مختلف میری، اصلا وقت نداری نفس بکشی، وقت نداری مطالعه کنی، اصلا دور افتادی از جریانات حتی آمریکا، و شما حرفایی که میزنی ضد و نقیزه. از یه طرف شما میای میگی طالبان رو آمریکا از بین برد، از یه طرف طالبان داره حکومت میکنه. گفت من امکان نداره گفته باشم آمریکا طالبان رو از بین برد. من الان اگه بتونم دوستان این نواره رو براتون میذارم، چون شرط بندی کردم $1000 با آقای هوشنگ امیر احمدی، که اگه من به شما نشون دادم که شما گفتی تو این برنامه که آمریکا 20 سال پیش طالبان رو از بین برد، بعد حالا آمریکا داریم میبینیم که قرار مدار گذاشته با ترامپ. دوستان هی فکر نکنید بایدن به اینا گفته بیان، ترامپ 5000 نفر از اینا رو آزاد کرد، همون 5000 نفری که الان دیدید انگلیسی‌هاشون هم خوبه، همشون شدن مسئول طالبان. و اگر کسی دوست داره چیزایی که من، اولا اجازه بدید من یه تشکری داشته باشم از اونایی که با من موافقن، تقریبا در یه سطح فکری و در یه راه هستیم، برنامه رو می‌بینن، تشکر می‌کنم. تشکر بیشتری می‌کنم از اونایی که با من مخالفن و میدونم ممکنه حتی رنج بکشن برنامه رو تماشا کنن، ولی دوست دارم اونا بیان صحبت کنن. از اونایی که با من انقدر مخالفن ولی احمق شدن و فکر میکنن دشمن من هستن، بیشتر تشکر میکنم. از اونایی که انقدر عصبانی میشن، پیام میذارن ولی نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، نمیتونن به من و شما بگن نظرشون چیه و فحاشی میکنن، بازم تشکر میکنم. امیدوارم اینقدر برنامه رو نگاه کنن و اینقدر شجاعت شهامت پیدا کنن که بتونن بیان قشنگ صحبت کنن، مثل آقای اکبری. بریم الان پیام های آقای اکبری رو گوش بدیم. آقای اکبری، در رابطه با کلاب هاوس شما زدی به هدف، زدی وسط سیبل میگفتیم توی ارتش، زدی توی خال. بذار ببینم حالا روی پیامات روی اکبر شیرازیه یا روی اکبر اکبری. هنوز این دوتا صفحت میاد و میره، و میدونم شما گفتی که به خاطر فیسبوک اینا رو نگه میداری که اگه یکیشو قطع کردن از اون یکی با ما در تماس باشی. فکر کنم اون پیاما رو روی اکبر اکبری برای من فرستادید. یک نگاهی داشته باشیم. بله،
و من یه دیکلمه از این هنرپیشه که یه هنرپیشه کوتولوی چاقی هست، خیلی هم راجع بهش بد میگن، میگن این زنباز هست و اینها. الان تا نشون بدم آقای زمانیان اسما رو خوب میدونه. خب اول پیام آقای اکبری رو گوش کنیم. دوستان این پیام های آقای اکبری با این لهجه شیرین تر از من، شیرازی تر از من، نشون میده که تلویزیون مردم شما میتونی زنگ بزنی. بابا ما از اول برنامه تا آخر برنامه ایمیلمونو گذاشتیم، تلفنمونو گذاشتیم که شما تماس بگیرید، شما هم صدایی داشته باشید. حالا شما ببخشید اگر احمق میشید، متعصب میشید، مثل حزب الله یا مثل شاه الله یا مثل رجب الله یا نمیتونید خودتون رو کنترل کنید، ما مجبوریم پیامتون رو همون اول تا فوش میدید پاک کنیم، تقصیر خودتونه. از امروز تمرین کنید. من کلاسایی که رفتم برای تلویزیون یکیش اینه. اون موقع که دوربین نبود هممون هی از خودمون فیلم برداری کنیم نگاه کنیم، اون موقع که تلفن نبود، الان که تلفن هست شما میتونی این تلفن تو بذاری روی دوتا کتاب، روی لیوان، توی یه لیوان حتی بذار تو لیوان، این دوربینش بیرون باشه، از خودت فیلم برداری کن نگاه کن. همه اینا رو نداری، بشین روبرو آینه با خودت صحبت کن، ولی بهترینش همین تلفن رو بگیری دستت، ضبط کنی یه دقیقه دو دقیقه بعد خودت گوش کنی، ببینی چقدر بد حرف میزنی، چقدر خوب حرف میزنی، چقدر بدون منطق حرف میزنی و الی آخر. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و میریم. آقای سلیمانی هم اینجاست. آقای سلیمانی خیلی ممنون، گهگاهی شما ویدیوهای ما رو شیر میکنید، من هم گهگاهی از شما ممنونم. ممنون میشم اگه دوستان دیگه هم این حرکت رو انجام بدن، با هم به پیامهای آقای اکبر شیرازی یا اکبری شیرازی، اکبر اکبری شیرازی گوش میدیم. سلام، اکبری شیرازی هستم، یعنی این دفعه دوتاشو به کار بردم، هم اکبری هم شیرازی، از پایتخت آلمان. قبل از هر چی بگم که اعتراف به ندانستن که قبلا هم باز یه حرفا رو زدم، خودش نوع شهامته. من اعتراف میکنم که زیاد از شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و بقیه سر در نمیارم. مدتی بود که یه چیزایی مثل کلاب هاوس به گوشم میخورد، از اونجا که آدم فضولی هستم اینقدر با تلفنم ور رفتم تا تونستم این پروگرام رو رو تلفنم اینستالیرن کنم. کنجکاوانه میرفتم اتاقای مختلف سر میزدم. بزرگترین مشکلم هم ضعف زبان انگلیسی هست، چون انگلیسی من در حد دیپلم طبیعی هستش. من آلمانی رو زبان دومم زبان آلمانی هستش که خوبم هستش. و این برنامه راهنمایی، خب میدونید که فیسبوک یه دقیقه بیشتر نمیذاره مسیج بذاره بریم پیام دوم. این راهنمایی هم که به زبان انگلیسی میکنه مثل برنامه دیگه، مثل چیزهای دیگه، اصلا شبیه آلمانی نیستش، من توش گیج میشم. خلاصه با هر جون کندنی بود کنجکاو کردم و رفتم توی اتاقای مختلف. حالا نتیجه تحقیقات من، اولا که تو هر اتاقی میرفتم یه آخوند اونجا نشونده بودن، آخوندم که میدونی من شما چاره زبونش نمیکنیم، فقط یاد گرفته حرف بزنه. تعجب آورم بود واسه من که یه عده هستن به عنوان ارگانیزاتور یا ترتیب دهنده، که معمولا یه عده از دوستا و رفیقا و آشنایی خودشونه ور میدارن میبرن بالا میشونن، بعد بقیه هم به عنوان تماشاچی این پایین نشستن باید گوش بدن. یعنی که این پایین نشستن هیچ گونه شانسی برای ابراز وجود ندارن. بعد زمانی که توی اتاقا صرف میشه، مثلا ساعت 6 بعد از ظهر یه اتاق زیر نظر میگرفتن که داشتن بحث میکردن، شب میخوابیدم، فردا صبح که بیدار میشدم، صبح نر که میخوردم، میدیدم هنوز هم بحثو ادامه داره با همون آدم ها. من نمیدونم، فکرش میکردم، گفتم خدای اینا گشنشون هم نمیشه، خوابشون هم نمیگیره، توالتشون نمیگیره، از کجا میارن میخورن. خلاصه بعضی اوقات حرفای صد من یک قاز که هیچ چیزی رو هم تغییر نمیده، بعضی هم که واقعا شهوت حرف زدن دارن و بدون ترمز میرن جلو، که البته این برنامه فقط واسه اونا خوبه.
خلاصه من از دنبال کردنش صرف نظر کردم. بعد در رابطه با سوال شما که هفته قبل گفته بودید اگه بهتون بگن تا 6 ماه دیگه میمیرید چی کار میکنید، میخواستم میرم جواب بدم. جواب من اینه که با وجودی که زیاد پابند این دنیا نیستم، ولی چنین پیشبینی خیلی وحشتناکه، اصلا تصورش غیر ممکنه، اصلا نمیشه روش بحث کرد. ممنون که به حرفام گوش دادید. خیلی ممنون آقای اکبری، همشهری عزیز و گرامی من. این کنجکاوی یا کندوکاو، گفتید رفتم انجام دادم و اینها، بله ماجرای اینکه اینا میشینن و دستشویی نمیرن و اینا، من خودم یادم یه روز زنگ زدم با آقای معیدی، فکر کردم حالا نشسته اونجا چند تا مهمون دعوت کرده، یه دفعه دیدم تو رخت خواب خوابیده لخ. بعد گفتم خب شما که مجبور نبودی تصویر نشون بدی، چون کلاب هاوس بدون تصویره. بعدم حالا شما لخت شما همچین چیزی نیست که ما هم خیلی خوشحال شده باشیم که دیدیم و اینها. آره اینا میرن میگیرن میخوابن، دستشویی میرن، توالت میرن، سیفون میزنن. حالا ایران که حسنش اینه که بعضی از دستشویی های قدیمی، توالت های قدیمی ایرانی سیفون و اینها هم نداشت. و کلاب هاوس اصلا به نظر من پروگرام خوبی نبود و نیست، به همین دلیل. مثلا همین آقای معیدی، امیدوارم حالش خوب شده باشه چون کرونا گرفت و بعد دیگه ازش خبری ندارم، همین آقای معیدی برای که مثلا این مردک خائن، واقعا این جواد خادم اسمش هست، من میدونید به هیچ که خائن نمیگم، ولی خیانت این وزیرای بختیار به من ثابت شد وقتی که بلند شدن رفتن عراق و خودشون میدونستن که عراق رفتنشون خیانته. به همین دلیل نه بختیار صحبت کرد از اون 5 روزی که همه غیبشون زده بود، نه وزیراش، تا اینکه من و دیگران از زیر زبون آقای دکتر رزماور، آره منو چه رزماور، آوردیم بیرون که اینا عراق بودن و کیفای پرپول گرفتن و کیفای پرپول پول نو آمریکایی یا اینها، ولی این جواد خادم خائن هنوز هم زیر بار نمیرفت تا دیگران هم آمدن رو خط، ولی مسعود معیدی برای که این میمون رو اونجا نگه داره و اونم بتونه مثل لوتی و انتر اینو بازی بده چیز کرد. و منم گفتم آقا اگه اینجوریه اصلا دیگه اتاقا رو نرفتم، کلاب هاوس رو باور کنید از دوتا تلفنم برداشتم و الی آخر من در قسمت کلاب هاوس با شما هستم. ولی اون ماجرایی که خیلی سخته، ولی خب آدم باید فکرشو بکنه که اگر واقعا همین الان نوشته بازیگر سرشناس پایتخت فلج شد، نمیدونم این پایتخت هنرپیشاش کی بوده و اینها، میگه کاکاوندی که به همراه همسرش در این برنامه حاضر شده بود از سختی های شغلش و عشقی که به بازیگری دارد گفت. این بازیگر که در فیلم ها و سریال ها سریال های بسیاری نقش فرعی داشته، در بخشی از این برنامه به اتفاقی اشاره کرد که باعث قطع عضوش شده بود. از لوکیشن فیلم برداری برمیگشته که یک صحنه تصادف دیدم، حد زدم که در آن ماشین سانحه دیده، حتما خانواده گرفتار هستند. در اون ماشین سانحه دیده، حتما خانواده گرفتار برای کمک رفته بیرون و یک ماشین با سرعت زده به این. دوستان یادتون باشه تو هواپیما میگه اگه اتفاقی افتاد شما اول مواظب خودت باش، اول از خودت نگهداری کن، بعدن از اونی که بچته یا همراهته. شما اگه بخوای اکسیژن رو بذاری روی دماغ و صورت اون ولی خودت از هوش بری، خودتو به مردن میدی، اون به اصطلاح از بین میره، اون بیچاره هم از بین میره. ولی اول اگه خودت خودتو کمک کنی. در اصل این بنده خدا گویا یه ماشین اومده زده بهش و اینها، من یادم نیست نوشته 33 روز در بیمارستان بوده، اینو کجای فیلم دیدم و اینها، و بارها تحت عمل جراحی قرار گرفته، ولی خب اسمشو نوشته که کاکاوند. بذارید من الان یه تصویر اینجوری هم بهتون بدم که ببینید این آقا کی بوده. کامرای دو توی سریال پایتخت بازی میکرده. این بازیگر سریال پایتخت زندگی سختی دارد. من هفته پیش یه فیلمی دیدم،
اولش نمیفهمیدم این فیلم یا مستنده، راجع به زندگی یه نفر به نام اسقر بیچاره. گفتم این بنده خدا فامیلیش هم از روز اول بیچاره بوده، بعد گویا این عکاس بوده و تو فیلم ها بازی میکرده و اینها. خلاصه زندگیش آخر کار 75 سالش که میشه نه خونه داشته نه جایی داشته و اینها، ولی فیلم های ایرانی وقتی درست میکنن خیلی نمیفهمه آدم ازش. نمیدونم چرا همشون میخوان یه سیستمی رو، این آقای اسقر فرهادزاده، فرهاد اسقرزاده نمیدونم، راه انداخت بهش میگن open end، یعنی تباز، ته فیلم بازه، خیلی چیزها رو شما باید حدس بزنید. در صورت امیدوارم این بند خدا سلامتیشو به دست بیاره. خیلی وقتا هست که یه عده‌ای هستن بهشون میگن دیگه شما نمیتونی راه بری، دیگه فلج کامل شدی اینها، ولی بعد یه مدتی با ریهب تو ایران نمیدونم چی میگن، این ورزشای که برای پزشکی و اینا انجام میدن درست میشه. خب راجع به توماج صالحی بهتون گفتم، این خواننده‌ای که شعر خوند و اینها و تشویقای مردم و چیزا، فعلا انداختتش دست آخوندا. حالا هی دیگه ما بیشتر ننویسیم که این بنده خدا رو اعدام کنن، بعدم بشینیم. چند روز پیش راجع به اون آقای همشهریمون، ببین چه زود اسما از یادتون میره، کی بود آقای اکبری، بنویس افکاری فکر کنم، افکاری صحبت میکردیم، آقای اکبری گفت من وقتی هم تماس میگیرم از همشهری ها هم محلی ها میپرسم، اونا هم خیلی نمیدونن، چون آدم خیلی نمیدونه نمیتونه قضاوت کنه. نوید افکاری، ببین به همین زودی فراموش میشه. اینایی که میگن تا ابد در قلب من خواهی بود، تا نه آقا، آدم پدر خودش که فوت میشه بعد یه مدتی یادش میره که اصلا بره سر خاکش. حالا این بنده خدا که ما هیچ شناختی ازش نداشتیم، بله ورزشکار بوده، ولی کدوم ورزشکاری میاد چاقو برداره بره این همه دوربین طرفو بزنه، برادراش هم ببره، هم خودش گیر باشه هم برادراش گیر باشه، بعد بیاد اعتراف کنه. بعد خب شما که اینقدر شجاع بودی اینا چرا اعتراف کردی؟ این اعترافات رو زیر سوال ببرید، قبول نکنید. نمیدونم، در هر صورت نظر ندیم بهتره. ولی یه فیلمی هست از یه هنرپیشه، حالا که راجع به فلج بودن اون هنرپیشه صحبت کردیم، این فیلم هم من بذارم، امیدوارم یقمون رو نگیره فیس تایم یا فیسبوک هر چی اسمشه، فیسبوک و یوتیوب. این آقای رو تو فیلم‌های زیادی دیدیم، نقش‌های مختلف، و بعدن راجع بهش صحبت‌های زیادی شد، گفتن این اون آقایی که میگه نیست، خیلی گویا از خانم‌ها سوء استفاده کرده بوده برای هنرپیشه شدنشون. این خانم ها میان تا اونجایی که جلو میرن از لحاظ پیشرفت میرن، بعدن که دیگه کسی بهشون نقش نمیده میان میگن آی فلانی از ما سوء استفاده کرد. این شعر از خانمی هست به نام نسرین صاحب. ای کاش من یه مدتی آقای اکبری از سیمتری اون فلکه هنگ رد میشدم، مرتضی ساعت سازم اونجا دوستم بود و میرفتم از تو خیابونه پشت اسلانجاد و بعضی وقتا خندم میگرفت، پیاده هم که بودم مثل ماشین، یادت یه برش ورود ممنوع بود یه برش یه طرفه بود، من فکر میکردم با ماشینم، باز میرفتم از اون راه دور میرفتم اون برش که میرسیدم میگفتم من که امشب با ماشین نیستم. خلاصه اینم ماجرای فلکه هنگ یا فلکه هنگ، بچهای اونجا رو نمیشناختم. و اینم درسته که کشتی گیر بوده، ولی اون موقعی که ما کشتی میگرفتیم اون موقع کرامت الله زرنگ بود، اسقر برنجی بود، درویش بود، دهقان بود، منجذب بود، اینا جوونن، اینا بنده خدا فکر نمی کنم 30 سال هم سنش بود. در اصل اونو که کشتن از بین بردن، حالا بیچاره پدر و مادرش که هی از اونام سوء استفاده میکنن میارن چون جلو دوربین و اینا، ولی یادتون باشه این شلوغی ها که بگذره اونا خودشون باید تنها برگردن خونه، خودشون هستن و خاطراتون. این شعر بسیار زیبا رو بشنویم که دکلمه قشنگی هم این آقا کرده، ولی من باور دارم که اگه خود شاعر این رو دکلمه کرده بود خیلی بهتر شد، خیلی بهتر بود. طی شد این عمر تو دانی به چسان، طی شد این عمر تو دانی به چسان، پوچ و بستوند چنان باد دمان، همه تقصیر من است این که نکردم فکری،
که تعمق ننمودم روزی ساعتی یا آنی که چسان میگذرد عمر گران. کودکی رفت به بازی، به فراغت، به نشاط، فارغ از نیک و بد و مرگ و حیات. همه گفتند کنون تا بچه است بگذارید بخندد شادان، که پس از این دیگرش فرصت خندیدن نیست، بایدش نالیدن. من نپرسیدم هیچ که پس از این ز چه رو نتوان خندیدن، نتوان فارغ و وارسته ز غم همه شادی دیدن، همچون مرغی آزاد هر زمان بال گشادن، سر هر بام که شد خوابیدن. من نپرسیدم هیچ که پس از این ز چه رو بایدم نالیدن. هیچ کس نیز نگفت. هیچ کس نیز نگفت زندگی چیست، چرا می آییم، بعد از این چند سباه به کجا باید رفت، به چسان باید رفت، با کدامین توچه به سفر باید رفت. من نپرسیدم و کس نیز مرا هیچ نگفت. نوجوانی سپری گشت، به بازی، به فراغت، به نشاط، فارغ از نیک و بد و مرگ و حیات. همه گفتند جوان است هنوز، بگذارید جوانی بکند، بهره از عمر برد، کام روایی بکند، بگذارید که خوش باشد و مست، بعد از این باز ورا عمری است. یک نفر بانک برآورد که او از همکنون باید فکر فردا بکند. دیگری آوا داد که چه فردا بشود فکر فردا بکند. سومی گفت همان گونه که دیروزش رفت بگذرد امروزش، همچنین فردایش. با همین احوال من نپرسیدم هیچ که چسان دی بگذشت، آن همه قدرت و نیروی عظیم به چه ره مصرف گشت. نه تفکر، نه تعمق و نه اندیشه دمی، عمر بگذشت به بی‌حاصلی و مسخرگی. چه توانی که زکف دادم بود، من نفهمیدم و کس نیز مرا هیچ نگفت. قدرت عهد شباب میتوانست مرا تا به خدا پیش برد، لیک بیهوده تلف گرد جوانی، هیهات. آن کسانی که نمیدانستند زندگی یعنی چه رهنمایم بودند، عمرشان تی میگشت بی خود و بیهوده و مرا میگفتند که چانها باشم، که چانها دائم فکر خوردن باشم، فکر گشتن باشم، فکر تامین معاش، فکر ثروت باشم، فکر یک زندگی بی جنجال. کس مرا هیچ نگفت زندگی خوردن نیست، زندگی گشتن نیست، زندگانی کردن فکر خود بودن و غافل ز جهان بودن نیست. ای صد افسوس که چون عمر گذشت معنیش میفهمم. حال میپندارم هدف از زیستن این است رفیق، من شدم خلق که با عزمی جزم پای از بند هواها گسلم، پای در راه حقایق بنهم، با دلی آسوده فارغ از شهوت و آز و حسد و کینه و بخل، مملو از عشق و جوانمردی و ذوق، در ره کشف حقایق کوشم، شربت جرأت و امید و شهامت نوشم، زره جنگ برای بد و ناحق پوشم، آنچه آموخته‌ام بر دیگران نیز نکو آموزم، شمع راه دیگران گردم و با شعله خیش ره نمایم به همه، گرچه سراپا سوزم. من شدم خلق که مثمر باشم، نه چنین زائد و بیجوش و خروش، عمر برباد و به حسرت خاموش. ای صد افسوس که چون عمر گذشت معنیش میفهمم. حال من میفهمم که این سه روز از عمرم به چه ترتیب گذشت. کودکی بی حاصل، نوجوانی باطل، وقت پیری غافل. به زمانی دیگر، کودکی در غفلت، نوجوانی شهوت، در کهولت حسرت. کی شد این عمر؟ بله، خب آخرشم درست تموم نکردن، هیچ انتظاری هم بیشتر از این از تولیدات ایران نیست. حالا من نمیدونم چرا اون موزیک هم اینقدر بلند، موزیک اگه یواشتر بود بهتر بود. شعر بسیار زیبایی بود، خب خوبم ایشون دکلمه کرد، ولی ای کاش که خود اون گوینده، خود اون سراینده، خانم نسرین صاحب میگه آقای سوربی یه خبرنگار دست به ریش یک طالبان میزنه، میگه چند ماه هم ما نرفتی عضو طالبان، میگه 6 ماه
نرفتم. حقیقت رو گفته بیچاره، جاهایی که اینا بزرگ شدن، سرما و نمیدونم نبود حمام و فلان، اینها خیلی به اصطلاح معمولیه و باور نمی کنید. اینجا تو آمریکا طرف که میلیون ها نفر شنونده داره، آقای هاوارد استرن، میگه اینا رو دست کم نگیرید، اینا با یه دو تا بادوم در روز زندگی میکنه، ولی سرباز آمریکایی اگه یه وعده نهارشو ندن، شب اونجا تظاهرات را میندازه، میریزه به هم پادگان رو. اون شما نمیتونی به سرباز آمریکایی بگی برو اونجا کشته شو. میگه برای چی؟ چون این سربازه حتی یاد نگرفته برای پدر و مادرش، برای وطن خودش کشته بشه، به خاطر حقوق رفته اونجا. نتیجهش این میشه که بعد از 20 سال یه عده با دمپایی، شما دیدی یه عکسی دارم نشسته طرف نماز میخونه، این چیزه رو گذاشته زیر پاش، یعنی وقتی هم نشسته ببخشید میشینه رو قنداق تفنگ، تفنگ دم دستشه. یه عکس دیگه شما یادتونه تو بازار و اینا وقتی میرفتیم، این حضرت علی و حضرت محمد، محمد با شمشیر ما نمیدیدیم، ولی حضرت علی با این شمشیر اینجوری، اون دیگه کی بوده رفت شمشیر رو اینجوری پید که بزنه به هر بدبختی دل و روده رو بریزی به هم. خب بعدم یه شیری هم بغل نستش بود. همین عربا الان میبینی توی کشورهای امارات و اینا شیر و پلنگ و ببر و نمیدونم این چیزها رو نگهداری میکنن، اینا از به اصطلاح اجدادشون اینجوری بوده و هست. و طالبان میگن آمریکا، اتفاقا آقای چیز میگه، آقای همین هوشنگ امیراحمدی میگه طالبان آمریکایی شده. خب آقای امیراحمدی، پس 20 سال وجود آمریکایی‌ها در طالبان، دموکراسی که نتونست ببره اونجا هیچ، فقط طالبان رو آمریکایی کرده. البته منظور ایشون این بود که سیاسی شدن. دروغ خوب میگن. میگه زنان، میگه بابا زنان مشکلی نیست، بیان سر کار. بعد وزارت زنان رو ببین، اونا هم تندروی کردن تو 20 سال، یه دفعه اومدن وزارت زنان درست کردن. آخه وزارت زنان یعنی چی؟ شما اگه وزارت زنان درست بکنی، از این برم با وزارت مردان درست کنی. خب اینا حالا بستنش، نمیدونم کردنش یه چیز دیگه. میدونید یه دفعه دیدید چی شد؟ همه میگفتن آقا افغانستان از ما پیشرفت کرد، دیدید خواننده میاد تو استادیوم میخونه، نمیدونم خبرنگارای زن تو استادیو چجوری لختن. بعد حالا یکی یکی فیلماش داره در میاد که خبرنگار زنه با چند نفر خوابیده تا تونسته اون شغلو بگیره، یا اون خانمی که فرار کرده اومده شبانه و اینها، داستانهاش یکی یکی حالا میاد بیرون. این تند رفتنها، بله، اونایی که میگن شاه خیلی پیشرفته بود، بله شما میتونی از ماشین پورش خوشت بیاد، ولی نمیتونی ماشین پورش رو بخری ببری توی دسفول بندازی تو جاده های شوش و شوشتر و دسفول و اینا خاکی. خب هر کی ببینه به شما فوش میده، باید اول یه جاده براش بسازی. اشکال شاه این بود که جاده نساخت، فکر میکرد این ماشین ببره اونا جاده میسازن. ماشین مثل که ورودش تو ایران آزاد شده، حالا به کیا میدن اینا؟ وقتی میگن آزاد، این که میدونین یعنی چی، کیومه بهش میگیم فارسی. وقتی میگن آزاد، برای یه سری آزاد میشه. لابد حالا اون موقع با آقازاده ها میذاشتن فیلترینگ و نمیدونم معاملات و دلار و فلان اینها، گویا رئیسی گفته این دلارایی هم که با این قیمتا میدیم هیچ که چینه میاره ایران، اصلا اینم قطع کنیم. آقا خب بیاین سیستم یک کشوری رو که درست داره انجام میده انجام بدید. چرا از خودتون هم من در آوردی در میارید چیزایی رو که یکی یکی تو این 43 سال گذشته دیدید کار نمیکنه. بانک اسلامی، حجاب اسلامی، دادگاه اسلامی، بیان آدم بشید، دست از مسلمانی و مسیحی و جهود بودن و اینا وردارید، اونا رو بذارید بین خودتون و خدای خودتون. آقای حسن ارشاد با آقای خزعلی چند هفته از برنامه میذاره، ساعت 4 براتون پخش میکنم، پروتکل هفتگانه تکوین بهاییت، برنامهاش جالبه. نظر شما در رابطه با این که اینجا نوشتم اسرائیل هم جا زد، اسرائیل گفته اگه آمریکا به اصطلاح برجامو قبول کنه ما هم قبول میکنیم. خب اینم از این. و اما
بریم سراغ بله این پیامه ببینیم ماره کیه. 45 حالا آدم دلش هم نمیاد وقتی یک کسی لوت میکنه. خب اولیش که 7 ثانیه بیا. شماره از 45 من نمیدونم کجا زنگ زده. آخه ببین این، خب من همینقدرش که میشنفم پاک میکنم. این دیوانگیه، حماقت، بدبخت، احمق، بیشعور. شمارهشو بهتون بگم: 45 60 90 19 30. این احتمالا از شماره تلفن های چیز هست. بله متاسفانه یوتیوب هر چند وقت یک بار قطع میشه، باید دوباره هندل بزنی، ولی فیسبوک خوبه. آها این میره روی مسئله بندویت. بذارید من یه چی به شما نشون بدم. بازم ممنون آقای اکبری، شما این چیزایی که میگی ما یاد میگیریم. و آقای اکبری خیلی قشنگ گفت، بعضی وقتا آدم وقتی یه چیزی رو نمیدونه باید شهامت داشته باشه بگی من این رو نمیدونم. نگاه کن آقای اکبری، الان این فیسبوک به من مینویسه که چقدر داره بندویت استفاده میکنه. ببین 10.3 مگابایت یه دفعه میاد، یه دفعه میشه 120 کیلو، یه دفعه میشه 5 مگابایت. خب این نوسانات خوب نیست، این نوسانات بالا و پایین رفتن خوب نیست، باید اینا بذارن ما ست کنیم. ما اگه ست کنیم اینو میذاریم روی 300-400، این صدا رو میذاریم روی 44، اون موقع خیلی قشنگ اسموت مثل یه آب باریکه میاد. ولی اینا وقتی اختیار رو از ما میگیرن اینجوری میشه. در اصلت ممنونم، برای اینه که به ما اجازه نمیدن ما اون تنظیمات رو انجام بدیم. فیسبوک و یوتیوب و اینها اون انکودری که دارن مال خودشونه، یعنی ما میریم رو لاین اونها استفاده میکنیم، اون انکودره توی کامپیوتر ما موجود نیست. ولی برای این چیزی که داریم ضبط میکنیم این پروگرامه. بهتون الان نشون بدم OBS. ببین اینه، این اختیارش دست خودمونه که چی باشه، چقدر ضبط کنیم. بذارید 16 به 9 باز از این بالا بهتون نشون بدم. اینه، ببینید اینجا مثلا صدا ما دیدیم خیلی میره رو قرمز، خودمون میتونیم بیاریم پایین. تنظیمات قبلش اینجا بوده. خلاصه خیلی چیزا هست. هفته گذشته اینجوری نمیشد، روز به روز فرق میکنه، محل به محل فرق میکنه. شما اگر تلفنتون تا میرسید خونه خودش میره روی اینترنت خونه، بعضی وقتا اونو خاموش کنید، بهش بگید که توی خیابون هستید. اونو اگه خاموش کنید اون از سرویس تلفنتون استفاده میکنه، سرویس تلفن از آنتن استفاده میکنه. ولی سرویس های خونه وقتی میای از وای فای خونه استفاده میکنه. اگه وای فای اشکال داشته باشه اینجوری میشه. ولی باید هی امتحان کنیم. به همین خاطر هست که ما توی 2-3 قسمت مختلف پخش میکنیم که شما اگه دیدی اینجا بده اینجا، اگه دیدی اینجا بده اینجا، اگه دیدی اون ساعت اوضاع و احوال خرابه، بعد توی یوتیوب و اینها تماشا کنیم. ولی ممنونم که با همه این مشکلات صبر میکنی و اینها. ایشون نوشته نوید افکاری: وقتی من از ایران بیرون اومدم تازه اون بنده خدا دنیا اومده. نوید افکاری و برادران، پدر و مادر بزن و در رو باید باشه، بزن و دیده نشو باید باشه. این چیزی بود که من با آقای نیساری گفتم. آقای نیساری شما نباید بگین بیاین بیرون فلان روز. خب بیاین بیرون چی کار کنم؟ بعدم برم خونه؟ اصلا خنده داره بیاین بیرون بعد بریم خونه. خب یه نیروهای درست کنید، چی کنید، برن بزنن چریکی، نمیدونم پارتیزانی و الی آخر. مشکل زیاده. خب یکی از دوستان راجع به این زخم پیشونی من پرسیده بود، ممنون و متشکرم. فکر کنم ملیحه خانم بود، خیلی ممنون. بالاخره ما چهارشنبه رفتیم این بخیه ها رو کشیدیم و الان خیلی بهتر شده. اصلا معلومه دیگه، دست میکشی نه دردی نه چیز. و ما یه عذرخواهی بدهکاریم به دکترا. چرا؟ باز برمیگرده به ندونستن. وقتی یه چیزی رو نمیدونی برای خودت میای معما درست میکنی، دسیسه درست میکنی. مثلا من میگم آقا خب این داخل به من میگه بخیه هایی زدم که خودش از جنس روح
توده و پوست و گوشت و اینا از حل میشه میره، ولی بیرون رو اومده نخ، یک نخ آبی تهش هم گره زده بود اینجوری عین گونی برنج. بعد گفتم خب چرا این کارو میکنن؟ گفتم تنها دلیلش اینه که میخوان تو یه هفته دیگه بری دوباره یه پول بسازن. اولا وقتی رفتم اونجا دیدم خانم پرستاره اومد میزنن خیسش میکنن، که مثل ایران نیست که اون سر وقتی میچینن یه طرفشو میچینن از این ور با یه چیزی مثل انبردست یا مثل دمباریک میگیرن میکشن بیرون. انقدر اینو قشنگ کشید بیرون که من نفهمیدم. گفتم تموم شد؟ گفتم من فقط اولیشو فهمیدم. گفت برای که اون سرش خشک شده بود. خلاصه اینا رو درآورد. بعد اون دکتره که اومد دکتره نگاه کن و اینا، گفت خیلی عالی و آسپرین میخوری؟ گفتم ها. گفت خیلی زخمت خوب شده فلان. نگفتیم اوکی. خلاصه گفتم چرا شما بخیای تو رو از اونایی میزنید که حل میشه، بخیای بیرون از اونا نمیزنید؟ دوستان توضیحشو گوش کنید. و اون وقت من به نادانی خودم نخندیدم، عصبانی شدم از خودم. گفت که اون کلان زیره 2 ماه تا 3 ماه طول میکشه تا با پوست و اینات بشه یکی، ولی ما اگه از اونا بزنیم اینجا این میاد هی چاک 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 جاش پیدا میشه و 2 ماه 3 ماه هم طول میکشه. بعدا صورت پوست شما به اصطلاح اون سفیدتر همیشه میمونه، بهش میگن اسکار یا جای زخم. ولی اینا گفت خوب میشه. گفت فقط گاهی وقتی هم دستتو بذار روش، گاهی وقتی حوله گرم بذار و الی آخر. اینم از توضیحی که ما باید میدادیم و بخیه‌ها و اسخایی از دکترها که بابا همش هم برای پول نیست. جالب تر این که وقتی میای بیرون دیدی به شما میگه شما 2 تا بیمه داری، اینقدرشو این میده، اینقدرشو میده، سهمتو میشه 100 دلار، میشه 50 دلار، میشه 15 دلار. به من گفت ما برای کشیدن بخیه اصلا چیز نمیکنی، چارج نمیکنی. دیگه شرمنده تر شدم. اینم از این ماجرا. و اما خب ما چندین هفته برنامه‌های آقای شاهین غلامرضایی رو میذاشتیم تا اینکه ایشون بیزینس شروع شد از اول سپتامبر آخر آگست و دیگه درگیره. و من میدونم وقتی یه کسی میره مشغول کار رستوران میشه فکر میکنه مثلا ظهر و شب فقط نهار و شام، ولی صبحش هم گرفتار، شب تا صبحش هم گرفتار. خب توی این مدت من یه نگاه دیگه کردم، یه آقای هست به نام علی بندری و اسم کانالش هست بی پلاس. اینو شما پیدا کنید، ویدیوهایی که میذاره خیلی کوتاه، میگن کوتاه مفید مختصر، که حالا کوتاه مختصر یکیه، و خیلی آگاهی میده. مثلا من راجع به هنگ کنگ تو 14-15 دقیقه یاد گرفتم که بابا این 150 سال اینجوری بوده و اجاره بوده و الان اینجوریه. هنگ کنگ تنها کشور، تنها شهریه که میشه بگی یه کشوره، تنها کشوریه که 2 تا حکومت داره، 2 تا نمیدونم پرچم داره، 2 تا سرود داره و الی آخر. علی بندری، گود جاب. و اتفاقا میخواستم به آقای شاهین غلامرضایی هم بگم کارای اینو نگاه کن و پروداکشن یا تولیدات مثل این درست کن. 19 سپتامبر دوستان آقای اندی بعد از 2 سال میاد و میخونه در کالیفرنیا. اجازه بدید با هم این تبلیغ 19 سپتامبر ایشون رو هم ببینیم و برگردیم. بهتون گفتم یکی از دوستان اعتراض کرده بود که این آقای اندی رفته عربستان. گفتم خب آقا بذارن بیاد ایران تا مجبور نشه بره عربستان. وقتی همین دوست که ما باش مصاحبه کردیم اگه تو ایران اذیتش نکنن، مرض که نداره بره ترکیه، مرض که نداره شب تا صبح بره تو قصابی کار کنه، مرض که نداره راه که میره از سایه خودش بترسه، مرض که نداره که حسرت یه تلفن فامیلشو داشته باشه. اونا هستن که شرایط رو انقدر بد میکنن و واقعا ننگ بر شماها. شماها کاری کردین که مجاهدین دوباره سر در بیارن، کاری کردین که شاولایی ها که همه رفتن تو سوراخ دوباره سر در بیارن. برای چی؟ برای که دروغ گفتی، برای که یه مش آشغال کثافت هستین و بلد نیستید. وقتی بلد نیستید اینقدر شجاعت و شهامت ندارین بیان بگین ما نمیتونیم حکومت کنیم، بذارید ما بریم فقط این مزخرفات با پای چپ برو تو خلا، با کله برو تو مسترا، اینو به مردم یاد بدین اگه کسی بخواد یاد بگیره. ولی چسبیدین و نمیکنی. یه روز میگید که واکسن ممنوعه، فردا
خودتون اون واکسن رو میزنید، بعدن التماس میکنید که هر واکسنی از هر جایی. خب این بیچاره آقای یعقوبچی، آقای ظروفچی، یعقوب ظروفچی، ممکن بود اگه واکسن به موقع میمد تو ایران این فوت نمیشد و هزاران نفر دیگه‌ای که ناشناس ما نمیشناسیم ولی برای خانواده‌هاشون عزیز خانواده بوده، نونآور خانواده بوده. هر یه نفر از اینا که میمیرن 20 نفر تحت تاثیر قرار میگیرن، درجه اول، حالا درجه دوم و سوم اینها بمانند. بله. آها، در رابطه با آقای پروفسور هوشنگ امیرعمدی که گفته بود آمریکا طالبان را از بین برد، بعد اصلا یادش نمیاد همچین حرفی زده، لینکشو دارم برای شما میذارم، شما هم شاهد من باشین. دوستان، متاسفانه فعالین ما، فرهیختگان ما، کمپوزیسیون ما سب میکنه. اول مردم یه کاری انجام بدن، بعد میاد با عجله میخواد از مردم هم جلو بیفته. تا این میخواد عجله کنه مردم رفتن یه کار دیگه میکنه. شما نگاه کنی همین دوست خوبمون آقای نیساری، همین آقای بهرام آبتین، حرفایی که میزنن تا یه جای تظاهرات میشه، آقا برید یه ماه دو ماه، بعد میبینی اصلا مردم رفتن یه کار دیگه میکنن، اینا هنوز اندرخم اون کوچه هستن. من بارها به اینا گفتم آقا من به اندازه اینقدر داخل این حکومت نظامی و کمیته مشترک شهربانی و هوابرد بودم، ماجرای شبنامه ها و اینا رو میدونم چجوریه. شماها با یک کسی از من داناتر برید صحبت کنید، یاد بگیرید. با آقای شعل سعدی گفتم آقا این مزخرفات چیه، راه سوم، جبهه هشتم، جنبش 16، خجالت بکشین. دوتاتون بلند شین برید بیافتید کشته بشید، چهار نفر دیگه بلند شه بره بزنید فلان، و الا در میری فرانسه، بعد میگی من نشستم تو شیراز. خب ملت میگن اگه تو شیراز اینقدر فوش میدی به آخوند، پس کشور خوبیه، کشور آزادیه. اینم از این. بذارید پیدا کنم آهنگ اندی رو گذاشتم نذاشتم که صبر کن آقا اندی عزیز من، صبر. آها، راجب اندی گفتم، اون آقا که خیلی هم ادعا میکرد و هم خارج و هم فلان و اینها، چقدر پررو همشون انتظار دارن که هر جوری اونا میخوان ما برنامه بذاریم، ولی یه وقت نه کمک میکنن نه به اصطلاح یه قدم برای یه کسی پیش میذارن، پا پیش میذارن. این از این. دوستان بریم اندی رو ببینیم و برگردیم. سپتامبر 19 یعنی پس فردا یه شنبه ایشون کنسرت داره. 1 2 3 LA Concert Group proudly presents Sunday, September 19th, Starlight Bowl Amphitheater, Burbank, Los Angeles, با چهره مطرح موزیک ایران در صحنه‌های بین‌المللی. MD. A night of exciting music featuring the legendary star MD and his amazing band. شنبه 19 سپتامبر، Starlight Bowl، an exciting outdoor event. Tickets at itsmyseats.com/nd. Info at 818-538-4911. شنبه 19 سپتامبر، Hollywood، با ND همسران شبد. بسیار عالی. اگه خواستید برید، اگه نخواستید نرید. هیچ کس به شما نگفته مجبوری بیای بری کنسرت تماشا کنی. و اون دوستی که ما فکر میکردیم دوستیم حماقتشو نشون داد و منم بلاکش کردم. میگه که آهان آقای اکبری، آخرین باری که اگه تلفنت به وای فای خونت وصله، آخرین باری که مودم خونت و راوتر خونت رو خاموش روشن کردی کی بوده؟ قبلا مودم جدا بود، راوتر جدا بود، جدیدن دوتاش تو یکیه. بعد من مثلا روزای جمعه قبل از برنامه اصلا سیستم 3 ما داریم، باید برم پایین اون مودم رو خاموش روشن کنم، بعد میام راوتر رو خاموش روشن میکنم، کامپیوتر رو خاموش روشن میکنم. انگار که رفتیم حمام دیگه، اگه کسی اومد دست زد به ریشمون نمیگیم 6 حمام نبودیم. هر هفته حداقل هر هفته کامپیوترتون روشن خاموش، حالا شما با تلفن یا هر چی نگاه میکنی، اینترنت خونتون رو روشن خاموش رو روشن کنی.
چون روشن هست. آقای زمانی هم میگه شغل سعدی هم میگه من رهبر راه سومم. شما اینو داشته باش. مسعود معیدی میگه من راه انداختم. هوشنگ امیر احمدی میگه من راه انداختم. شغل سعدی میگه من راه انداختم. ستاشون میگن راه سوم. این سه نفر با هم نیستن. سه نفر با هم نیستن. بابا بازم اون شیرازیه که گفت من هستم و سایم، فلانم هست و فلان، اقلا اون چهار نفر بود. بگذاریم پیدا کنم این ویدیوی آقای امیر احمدی رو که میگه داخلش که طالبان رو از بین برد آمریکا، نخه طالبان رو از بین نبرد آمریکا، طالبان رو یه جوری توی آب نمک نگه داشت، اونجوری که میخواست نگه داشت. بذارید من اینو پیدا کنم، چون برای ایشون فرستادم، گفتم که من 3 ساعت وقت گذاشتم تا اینو برات پیدا کردم که به شما ثابت کنم که شماها حتی حرفایی که خودتون میزنین بهش توجه نمی کنید. اینجاست. یک لحظه. ورود امریکا. بذارید دوستان. یک لحظه. بله این تصویرم بهتون بدم. آقای امیر احمدی 16/9. بله این هم از همون برنامه‌ای که یه 20 نفری جمع میشن این ور اون ور. خودشون اگه ازشون بپرسی الان کانال چند هستی، نه اون مجری آقای همایون میدونه نه اینا میدونن، از این تلویزیون به اون تلویزیون، از این به اون. بله میگه پریروز که میخواستن کنتور خونه رو عوض کنن مودم رو خاموش کردم. حالا شما این امتحانم بکن، اگر تلفنت از مودم استفاده میکنه وقتی میای خونه، وقتی یه اشکالی پیدا میکنی، چون من یه جایی میرم آدرس که میخوام بگیرم نمیده بهم، میام خاموشش میکنم، از روی مودم ورش میدارم، از روی وای فای ورش میدارم، اون وقت کار میکنه. دوستان با دقت گوش کنیم ببینیم شما همینو میشنوید. ورود امریکا دوباره به نفع ایران شد، دشمن جمهوری اسلامی رو و ایران رو نابود کرد و بعد دولتی تشکیل داد با ایران به نام دشمن. ببینید میگه دشمن چی رو نابود کرد؟ کلمه نابود رو شنیدید شما یا یه بار دیگه بزنم؟ ورود امریکا دوباره به نفع ایران شد، دشمن جمهوری اسلامی رو و ایران رو نابود کرد و بعد دولتی تشکیل داد با ایران به نام دشمن، دولت کرزای. خوب دقت می‌کنید. حالا 20 سال بعد امریکا داره از افغانستان خارج میشه، به ایران رو تنها میذاره با این طالبان امریکایی شده عربا تور. گوش دادید دوستان؟ باز یه بار دیگه میذارم. آقای امیر احمدی میگه ورود امریکا دشمن ایران رو یعنی طالبان رو نابود کرد، بعد میگه حالا ایران رو گذاشت و طالبان هم داد به اونها اومد. یه بار دیگه گوش کنید. ورود امریکا دوباره به نفع ایران شد، دشمن جمهوری اسلامی رو و ایران رو نابود کرد و بعد دولتی تشکیل داد با ایران. اولا دشمن جمهوری اسلامی ممکنه دشمن ایران نباشه، دشمن ایران ممکنه دشمن جمهوری اسلامی نباشه. شما تفاوت حکومت آخوندی، کشور ایران، مردم ایران، اینو قشنگ تو صحبتاتون مشخص کنید تا مردم بدونن منظور شما چیه. آیا حکومت طالبان به نفع آخونداست؟ اگه نیست چرا ظریف و این و اون تو دوره روحانی و اینها با اینا رفت آمد داشتن؟ و شما گفتی آقای امیر احمدی، من این ویدیو رو هم نگه داشتم، حتی زمانش رو با ثانیه هم اینجا چیز کردم میذارم برای دوستانی که رو فیسبوک هستن، ولی دوستان بعدن این ویدیو رو میتونید بیشتر ببرید عقب، شما نگاه کنید ببینید این بریده های صحبت اینو اون کوروش عرفانی و اینها و اینا منو درست یاد صحبت های آقای اکبری میندازه که از بس میشینن پای تلویزیون، خود منم یه مدت اینجوری بودم، مینشستیم 7-8 ساعت عرق و آبجو میخوردیم و مزخرف حرف میزدیم، بعدم خیلی دلمون خوش بود که میتونیم 8 ساعت برنامه بذاریم. آقا حرف مزخرف شما میتونی 8 ساعت بگی؟
مزخرف شما میتونی 10 ساعت بگی، ولی اگه خواستی ربع ساعت برنامه درست کنی باید بری روزها بنویسی، یادداشت کنی، جا بذاری و الی آخر. یه سری عکس هم دارم بهتون نشون میدم و توی این کاغذ الان چیزی ندارم. بله خواننده معترض، این خواننده های معترض و جوان ها رو باد کنیم، بعد آخونده میاد کافی یه سوزن بزنه به این بادکنک و اونو بتره کنه. میبینید چجوری از بین میبرن این بیچاره ها رو. و الی آخر جمعه امروز قرار داشتم مصاحبه داشتم با آقای نوریپور انجام دادیم. و اما یادتونه رضا پهلوی یک کتابی نوشت به نام Wind of Change که به فارسی میشه بگی نسیم تغییرات. حالا معلوم شده که اولا این Wind of Change که مال یه آلبوم مال اسکورپیان بوده و کنسرتی بود که توی مسکو گذاشتن، همه دنیا تعجب میکردن، اینو آقای علی بندری گفت من یاد گرفتم. یه موزیک خیلی مخصوصی هم داره که خیلی ها با سود زدن اونو انجام میدن به نام همین Wind of Change یا نسیم تغییرات. دوستان باورتون میشه کنسرت توی مسکو ولی CIA این موزیکو درست کرده باشه؟ برید دربارش تحقیق کنید. خب برنامه آقای علی بندری رو هم ببینید. شاهین غلامرضایی هم هر جا هست سلامت و شاد باشه. امیدوارم که بیزینسش هم موفق. به خودش هم گفتم اگه زودتر به من گفته بود منصرفش میکردم از این که بره تو کار رستوران. و اما بریم یه سری عکس ببینیم که خیلی وقته هی قول دادم و یه نفر گفت آقا شما عکس‌ها رو نشون بده من پولی برنامه رو میدم. گفتم معمولا اونایی که اینجوری میگن پول بده نیستم، ولی من عکس‌ها رو نشون میدم. انیوی خب اینا رو ببینیم. اینجا اینا کسایی هن که وای میسن، مثلا اینا وایسادن اینجا، مادر بزرگشون داره از ریهب میاد. ریهب همون چیزیه که بهتون گفتم مثلا شما وقتی پاد میشکنه یه چند مدت توی گچ بوده بعدن باید بری فیزیوتراپی. بعضی وقتا از بس صبح و ظهر و شب باید ورزش کنی دیگه همونجا نگهت میدارن. نوشته که گرندما مادر بزرگ به خونه خوش آمدید از ریهب. حالا این یکی آمده، این مال کیه؟ لازم به ذکر. آها این یادتونه گفتم یه سری احمق فالوور یه بچه هستن که هنوز دنیا نیومده، من اصلا اینا نمیشناسم. مهرداد جم کیه؟ دنیا جهان بخت کیه؟ میگه لازم به ذکر است که پسر این دوتا که هنوز دنیا نیومده 1,000,000 فالوور داره. اینم برای اونایی که هی میگن آقا فالوورت زیاد میشه، میگم خب حالا من 20,000 تا این ور اون ور دارم، چه چیزی از این 20,000 تا گیر من میاد که بشه 200,000 تا، که بشه 2,000,000، که بشه 180,000,000 مثل این خانم خواننده کونگونده که به مردم هم میگه واکسن نزنید چون اگه واکسن بزنید بیزه هاتون ورم میکنه. بدبختی گرفتاریم. خب اینم اینایی که دیگه تو مچ میبینی که پلاستیک کشته رو سر بچهشو، رو سر خودشو، رو سر شوهرش با بچهشو. اینها خیلی از اینا میگه هوایی که تنفس میکنن دم و بازدم باعث میشه که مریض بشن چون دارن گاز کربن بیشتر استنشاق میکنن. خب این نمیدونم چیه، این مثل که حالت تزیین داره. تو فرودگاه ساختن از کیفای مسافرها و اینها خیلی کارهای اینجوری میکنن بعضی وقتا تو فرودگاه مختلف. نمیدونم شما تصویر رو درست میبینید یا نه. و اما اینم نمیدونم کدوم کشور، احتمالا سودان، آفریقا، که با این لباسهای اینجوری داره میره تو هواپیما، با نردبون دارن سوار میشن، بادم افتاده توی اون لباسهاش. و اما این یکی، آها این راجب اینایی که میگن آقا خیلی پول میسازی، بیا $2.93,710 نفر رفتن نگاه کردن ویدیو. $2.93 یعنی $3. دوستان $3 شما یک کافی یک قهوه نمیتونی بخوری. این متوجه نشدم این چیه، همه وایسادن. معمولا دوستان روی این پله نیست، این
حتی مثل زمین راه میره، وقتی وای میسین بیاین سمت راست وایسین که اونایی که عجله دارن از سمت چپ شما رد بشن. حالا این خانمه پیرزنه وایستاده و این کیفش هم اینجاست، این جوونا همه پشت سرش وایستادن و میخندن، امیدواریم مسخرش نکنن، بعضی ها نمیدونن. خب اینم خوش آمد گفته با دستخط خودش، یه چیزایی نوشته به فکر خودش که میبینید قابل خوندن نیست. و اما این توی کتابخونه ها و اینها بعضی وقتا یه چیزایی درست میکنن که بچه ها رو به اصطلاح مشغول کنه، بعضی وقتا بچه ها ازش وحشت میکنه. و اما این دوتا هم من نمیدونم خواستن تو دوربین عکس بگیرن، نوشته Remember not to leave your Facebook logged in on your next visit to Newcastle International Airport. Enjoy your flight. این فیسبوکش طرف روشن گذاشته بوده، این دوتا مأمور مال چیز که باز کردن اینجوری دیده شده عکسشون، اونایی که کیفای شما رو نگاه میکنه. اینم فکر کنم از این مجسمه هایی هست که به زودی میاد، بهش میگن سکس توی، یعنی به اصطلاح مجسمه هایی که بعضی ها میخرن برای مسائل سکسی و اینها، و کم کم داره زیاد میشه توی مارکت و توی بازار و اینها. و اما این آقا هم بچهش رو نشونده روی گاریش، خیلی اینجوری سریعتر میتونه بره. دوستان ساعت 3:30 است به وقت واشنگتن، 12:30 به وقت کالیفرنیا، یعنی ما 90 دقیقه با شما بودیم، البته یه 10-15 دقیقهش رو با آقای علیرضا نوری پور بودیم که اون ویدیوها به زودی روی شما این عکس ها همش رو نمیبینید. بذارید من درستش کنم یه لحظه، اجازه بدید سلکت ایریا. دلیلش اینه که این عکس ها هر کدومش یه اندازه هست، یکیش مال فیسبوکه، یکیش مال توییتره، یکیش مال اینستاگرامه و الی آخر. در صورت این آقای داره میره از این چمدونایی که گاری قرقره زیرشه، اینجوری هم بچه نشسته روش تندتر بره. خب اینو دیدیم. اینم که بچهشو گذاشته توی این چیزایی که کفش و اینا میذارن، خیلی خطرناکه، مواظب باشید، چون اینا اگه رفت اون زیر اکس ری بهش میخوره و میدونید که میگن اکس ری زیادش خوب نیست. و اما اینم یه قاچاقچی رو گرفتن که تلفن داشته قاچاق میکرده، چجوری؟ ببینید لاغره ولی با این تلفن ها دور رونش و دور کمرش و دور باسنش و اینا هر کدومش یه تلفنه. ببینید 1, 2, 3, 4, 5 تا اینجا 10 تا پشتش 20، احتمالاً 24 تا این بالاست، حالا این پایینا و اینا چند تاست بمانه. و اما این هم ببینیم این چی، آها این یه خلبانا. اون وقتا خیلی ها میرفتی تو قسمت، وقت داشت سوار میشدی میرفتی سلام علیک میکردی، بچت میرفت نگاه میکرد، از صدقه سر این بن لادن و نمیدونم القاعده و داعش و اینها، درست اینا همون کارهایی رو کردن که اونها خواستن، انقدر سکیوریتی رو سخت کردن که خودشون هم الان نمیدونن چه کاری انجام بدن. و اما این عکسه هم که آقا خوابیده قشنگ، روزنامه ها رو چیده رو سرش و اینها. میدونید که صندلی های فرودگاه عمدن وسطش دسته میذارن که شما نتونی بخوابی، ولی با همه اینا باز مسافرها یه راههایی رو پیدا میکنن که برای چند دقیقه هم که شده پاشون رو دراز کنه. چون یکی از چیزایی که خطر هواپیما و پرواز داره اینه که وقتی شما میشینی ساعتهای طولانی، خون توی پاد لخته میشه. سعی کنید جوراب‌های واریس بخرید، من برای پرواز همیشه این کار میکنم، جوراب واریس بپوشین که اون فشار میده، اون به اصطلاح چی میگن، والوهای کبوتری، یه چیزی مال تو پا هست، میاد به اصطلاح خون میفسه بالا. به غیر از این پاتونو همون قدی هم که میتونید، حتی نوک پا، انگشت پا، هی بالا پایین کنید و تکون بدید تا از لخته شدن خون و این لخته بره به مغز یا بره به قلب، به قلب بره میشه سکته قلبی، یا سکته قلبی به مغز بره میشه سکته مغزی. و اما اینا هم نوشتن Welcome home mommy, we don't even love any، یه چیزایی نوشتن، خلاصه نمیدونم، we are out of underwear. نوشتن اینا مادره رفته بوده مسافرت،
حالا که اومدن نوشته ما نه خوراک داریم نه چیزی، حتی زیر پوش نداریم، زیر پوش تمیز. و اینم آقای یک پوست پرتقال رو برداشته به عنوان ماسک گذاشته، برای خودش ماسک میوه درست کرده. خیلی از این عکس ها هست برای ماسک های مختلف که بعضیا خانم ها یه جایی میرن بهشون میگن ماسک، میگی ندارم، شورتشو در میاره میذاره. خیلی من یه روز رفتم یه جایی گفتم، اگه به من گفت ماسک، چون تو ویرجینیا یه جایی میگه نمیخوام، یه جایی میگه میخوام، گفتم پیرنمو میکشم بالا بیاد جلو پیشونیم، بیاد جلو صورتم. یاد فیلم قمرخانم افتادم، یکی در زد، همه این خانمایی که داشتن رخت میشستن قباهاشونو از پشتشون کشیدن رو سرشون، یعنی سرشون رو پوشوندن ولی همشون پرپاچهشون لخت شد. خب اینم از این، اینم یکی دیگه از اینایی که تو فرودگاه و مسافرت و اینها بچه ها از خستگی ببین چجوری روی این کیف ها میفتن. و اما نه با شاه سازش میکنم نه با خمینی، بختیار اینو گفته. بختیار با آیت الله خمینی اجازه تشکیل دولت موقت را نمیدهم. ببین مثلا بختیار اینقدر نادان بوده که میگه من با شاه سازش نمیکنم. مردک تو شدی نخست وزیر شاه. اینجا نوشته بختیار در برخی از مسائل و اصول دو وزیر سابق بازداشت شدند. کیا بودند که ما میدونیم؟ یکیش هویدا بود، حالا یکی دیگرش نمیدونم. فرماندهان ارتش با نمایندگان امام تماس گرفتند. شوروی گفته سیا در ایران تحریکات کمونیستی میکند. نگاه کنید، سیا میمده تحریکات کمونیستی میکرده، شاهب نادان و کمدان رو میترسونده، اونم هی مسجدار زیاد کرد، هی حقوق آخوندار رو داد. حالا امروز یه احمقیش میگه بله شما نباید در وبسایت پادشاهی ها باشی، شما برو پهلو ولایی ها. میگم احمق، این ولایی ها فرزندان خلف شاه و این فرح دیبای هرزه هستن، اینا در دامان و در زیر میز و در کاخ اینها پرورش پیدا کرده. امپریالیسم، بنیصد گفته امپریالیسم 6 هدف در کشور ما دارد. این یکی میگه من به دام، پرویز قلیچخانی نوشته من به دام توطئه ساواک افتادم. پرویز قلیچخانی اگه اشتباه نکنم یا اون علی پروینه، این فوتبالیست ها بعضی هاشون امتحانشون رو درست پس ندادن، رفوزه شدن، الان به خاطر پول و اینها رفتن آویزون شدن به آخوندها. نیم هلن، میگه اسمش هلنه، سنش 98 ساله. نصیحت به شما، برای نصیحت به نسل جوانتر، میگه که با همه خوشرفتاری کنید، با همه مهربان باشید، be nice to everyone، با همه دوست باشید. اینم از این چشم. میگه که I'm the king of metal. این حالا مثلا یا پاش و اینا جراحی شده، چیز شده، زیاد استخون چی میگن آهن تو پاش و اینا هست، پشتش پیرنش نوشته I'm the king of metal، یعنی من شاه آهن هستم، شاه فلزات هستم. اینم حالا یا فرودگان یا نمایشگاه دیگه، احتمالا فرودگان که این طرف اینجوری اومده. این بازی های مال همون جنگ ستاره ها و استار وار و اینا که اینجا خیلی پول خرج میکنن، اینا هم دوستانش اومدن پیش بازش با این، خوشن اینا، برای خودشون یک دنیای به خصوصی دارن. این عکس خیلی جالبه، خلبانه موقعی که روی دبی داره رد میشه اومده از پنجره بیرون عکس میگیره. من نمیدونم ولی اگه این حقیقه باشه ممکنه حتی باعث بشه که به اصطلاح اخراجش کنه. اینم از این. خب کجا بودیم آقای خلبان؟ بیایم اینجا. اینم یه عکس دیگه که طرف توی چیز کلاه موتور سواری پوشیده توی هواپیما، و بعضی از آدم ها اینجوری هستن دیگه خیلی واقعا. اینم یه عکس، نمیدونم درست باشه یا نه ولی این کارا رو انجام میدن بعضی ها، حتی برای که خسته نشن توی فرودگاه و توی سفر و اینها. و اینم جالبه، میگه go back toward your behind. این تو فرودگاه احتمالا یه جایی مال چینا یا ژاپن و اینان، این خط رو نمیدونم مال کجاست، برای که تابلو زده اینجا، بعد نوشته که برو عقب به طرف پشتت، توالت اونجاست. خب تا چراغ رو میزدی این و بعضی از این تابلو. دوباره برگردیم به یکی از این روزها، روزنامه های قدیم.
علامت تاج اون بالاست، یعنی نشون میده زمان شاه است. میگه سفر رئیس جمهوری آلمان به ایران. آقای اکبری شما گفتی آلمان پایتختش برلین، من وقتا فکر میکردم بن هست، چون ما دو بار رفتیم بن، سفارت چیز کنسولگریش توی فرانکفورت بود آمریکا، ولی سفارتش توی بن بود. همیشه فکر میکردم پایتخت آمریکا آلمان بن هست. خب دوستان گوش کنید، نگاه کنید، مسافران سرگردان پول بازگشت به ایران را ندارند. در دوره شاه اطلاع کودتای خونین سومالی تلفات سنگینی داشت، هجوم ایرانی ها برای خرید مستغلات در کالیفرنیا، این یه دفعه دیگه هم خوندم یادتون باشه، مثل الان که مردم میرن ترکیه میخرن، اون موقع هم جنوب فرانسه، کشورهای دیگه، به خاطر اینکه افراد نادانی مثل شاه و دوروبریاش هی میرفتن اونجا، این گد و گدوهای گوشنه هم میرفتن اونجا، میمدن پوز میدادن، همه میرفتن اونجا، یاسوج میموند بدون ترمیم و بدون درست شدن، بوشهر میموند، بندر عباس میموند، ملت هی میرفتن این وام. بعد از دیوار از بن اومد سر جای اصلیش که به آهان میگن بعد از دیوار از بن اومد سر جای اصلیش که برلین بود. خیلی ممنون. پس موقعی که من اونجا بودم بن بوده. بله مرسی. پرویز قلیچخانی چپ بود، زمان شاه هم رفت زندان با لواسانی، بعد از انقلاب هم رفته فرانسه و مبارزه میکنه و نشریه داره. علی پروین هم خایمالی رژیم آخوندی میکنه. بله گویا خودش و بچهش. خیلی ممنون که توضیح دادید. من عذر میخوام از آقای پرویز قلیچخانی، بعض وقتا این علی پروین و پرویز قلیچخانی و اینها، مخصوصا من چون اصلا کاری به فوتبال نداشتم و ندارم، قاطی میکنم. خیلی ممنون از دوستان خوبی که هستن و نمیذارن ما بیش از اون که به خطا رفتیم بازم ادامه بدیم. و اما اینم عکسایی که میبینید، واقعا لباسای عجیب، مثلا این آقای کلا و این چیزای صورتی، کیف دستی خانم‌ها، پوتین خانم‌ها، اینا رو پوشیده. بعد اینجام نوشته برای کدام مصیبت گریه کنیم، 1400 سال پیش یا سال 1400، که من نوشتم برای سال 1400. و اما این چی نوشته، نوشته Welcome home babe. بعد میگه 212 روز 211 شب. این دیگه برای طرف همه رو نوشته که بدونه چقدر میسش کرده، یعنی چقدر دلتنگش بوده. این یوتیوب ببینید دوستان، بعض وقتا گیر میده با ما، مثلا مال سال 2017، آقای فرزاد عزیزی میگه کدام مثلا موزیک توش پخش شده، یقمونو میگیره. بعضی هاش میگه حالا مهم نیست میذاریم بری، بعضی هاش میگه نه باید ورش داری. اینم کشورها رو نشون میدن دوستان، میگه عراق 1970 اینجوری بوده، الان 2021 بعد از ورود آمریکا اینجوری شده، سوریه اینجوری بوده، اینجوری شده، ایران اینجوری بوده، الان اینجوری شده، افغانستان اینجوری بوده، الان اینجوری شده. پس میشه گفت که اینها دموکراسی و آبادی نمیارن. این خانم هم داره کاراته یا کاتا میره، کاتا یک نمایش توی کاراته کار میکنن، روی این چیزایی که چمدونها رو جابجا میکنه. و اینم باز اون دوتا شدن یک خری، این خانمه سوارشون شده. و اما این هواپیما هم ترمزشو دیر گرفته، قشنگ رفته توی لانه، آشیانه میگن، جالبه، هنوز برای اینا میگن آشیانه، مثل چون اینا مثل برد هستن، پرنده هستن، به اون گاراژ و ایناشون هم میگن آشیانه. و اما این خانم هم قشنگ سرشو گذاشته رو کیف، گرفته خوابیده. و ببینیم بعدیش چیه. اینم بسته‌بندی هایی که معمولا حجیم هستن، بعض وقتا طرف مثلا وسایل نقشه برداری و دوربین و اینا رو میبره، اینجوری بسته های بزرگ فرودگاه و اینا ایراد نمیگیرن، ولی تحویل دادن و تحویل گرفتنش شما باید جای مخصوص بری تحویل بدی، جای مخصوص هم تحویل بگیری. ما چون اون وقتا دوربین بزرگ پانورامیک 100 ساله رو میبردیم، بعض وقتا این مشکلات رو داشتیم. و اما never ever give up، میگه هرگز به اصطلاح کوتاه نیاین، نبرین. ببینید این قورباغه
این لکلک گرفتتش، حالا اون قورباغه هم دست گلوی اینی گرفته، حالا بالاخره مجبور میشه توفش کنه. و اینم یه بار دیگه نشون دادم ولی قشنگ، حالا روز جمعه هم هست، نوشته آرزوی هر دختر اون خونش که اینه، این پشت ماشینش هم یه پیکانه، اینم نوشته شوهر. دوستان یه دوست همشهری ما داریم شیرازی، دیروز باهاش صحبت کردم، دکتره، مترجمه و استاد دانشگاه است، حدود 24-25 سال تدریس میکنه. و این میگفت که حالا به فکر افتادم که ازدواج کنم، من گفتم خب برو ازدواج کن، گفت خیلی مشکله، گفتم هرچی بیشتر وایسی سخت گیرتر میشی، گفت خب حالا شما تو برنامه بگو، گفتم میگم چشم، اگر کسی میخواد ازدواج کنه، این آقا ایرانه، تهرانه ولی شیرازیه، با از لهجه من و اکبری هم شیرازی تر، و میخواد مایل هست که ازدواج کنه، میگه که 25 سال سابقه خدمت در دانشگاه های تهران رو داره. و اما صحبت از شاهین غلامرضایی کردیم، اینم شاهین غلامرضایی یه عکسی گذاشته بود، عکس برعکس بود، من براش روتیتش کردم، فلیپش کردم و فرستادم. حالا چرا اینجا گذاشتم نمیدونم، برای اینی که بعض وقتا دنبالش میگردیم پیدا نمیکنیم. این خانم زهره صفایی بود که من نشون دادم، و اگه کسی میخواد کمک کنه، نمیدونم بنده خدا هنوز چیز هست یا نه، نشته تاریخ انقضا 5400، الان شهریوریم، پس گذشته. من نمیدونستم این کارتای بانک و اینا هم به اصطلاح از بین میره، فکر کنم فقط کردیت کارت هست که چیز داره. خب این میگه که خانمه اومده اینجا سر قبر شوهرش گل و شمدونی و اینها گذاشته، شوهره اون پایین تو جهنم با این خانمای شیطون داره میرقصه. بذارید این اکثر یکم بزرگترش کنم که قشنگتر ببینید. اینه حقیقتا، یه راهی باید پیدا کنم که اکثر رو هرچی اینجا من میبینم شما هم ببینید، بالو پایین شو کم نکنه. خب ببینیم، اینم نوشته اینا هم تو خارج برق ندارن ولی مثل من و شما نق نمیزنن. میدونید چند هفته گذشته توی ایران برق خیلی میرفت و اینها چپ و راست ملت هی فیلم میگرفتن برای من و تو میفرستادن، و اینم یکی از دوستان خوشذوق درست کرده و گذاشته. نگاه کنید دوستان، همون آقای پامپئو با طالبان عکس میگیره، همین پامپئو با مسیح علی نژاد عکس میگیره، همین طالبانیه که میان ایران با وزیر خارجه صحبت میکنن، همین طالبانیه که آقای عمران خان، بعضیا میگن عمران خان، غلط، عمران خان پاکستانی میگه شماها هیچ راهی ندارید به جز که با اینها صحبت کنید، گفتگو کنید. دلیلش هم اینه که میدونه اگه اینا از بین برن توی افغانستان جنگ داخلی، گرسنگی، قحطی و هجوم مهاجرین و پناهنده ها به پاکستان در پیش خواهد بود، به همین خاطر ایشون اینو میگه. خب یه بار دیگه این آقای پامپئو رو نشون بدیم، بعد بیایم اینجا. نوشته داداش واکسن ها رو تولید کردی، آمریکا رو هم تحریم کردی، اسرائیل هم نابود کردی، فلسطین رو آزاد کردی، اقتصاد اول منطقه شدی، همه ارتش های جهان رو خفه کردی، کارات تموم شد، برق رو وصل کن ببینم آفتابه کجاست. اینم باز از همون جوکایی که در رابطه با این بود. دوستان نگاه کنید، در مملکت یه تیمسار 4 ستاره و تاج، فکر کنم میشد ارتش بود دیگه، تعظیم کردن و بوسیدن دست ولیعهد 11 ساله توسط یک ارتش بود. این ازهاریه که وایساده، این بدبخت کیه که دولا شده و دست میبوسه بماند. همین آخوندا گفتن دست بوسیدن حرام است. الان ببینید چجوری وای میسن که دیگران دستشون رو ببوسن. اینا به قول خود وفا نکردن. کسی که به قول خود وفا نمیکنه قابل احترام نیست. آقایی که میگی اندی چرا رفت عربستان، آقایی که خودت میای خارج پول میسازی بعد میری ایران خوشگذرونی میکنی، این بود قبلا، حالا این هست که میبینی شما با آخوندا سازش میکنی، ولی با هنرمندی که اومده میخواد کنسرت بذاره شما هم نمیخوای بری دعوا میکنی. و اما
میگه آن مرد آمد و ریشه جنبش مشروطیت را که برای دموکراسی ایران بود از بیخ کند. پسرش هم دنباله کار پدرش را گرفت و جامعه روشنفکری ایران را عقیم ساخت، طوری که خمینی ناخوند بی سواد توانست به راحتی قدرت سیاسی را در اختیار بگیرد. دوستان یه مقدار بسیار زیادی از این عکس ها از فیسبوک آقای اکبری برداشته شده. ایشون عکس های بسیار قشنگی میذاره، مقاله های خوبی این ور اون ور و خیلی کوتاه مفید مختصر، رود درازی نمی کنه. خب اینا هم این قشنگه، میگه من دارم میرم خونه مامانم، دیگه نمیخوام هیچ وقت ریخت تو ببینم. این خانمه داره قهر میکنه از این آقا، ولی بچه هاش تمام شکل این هستن، میگه دارم میرم نمیخوام ریخت تو ببینم. این جوکای قشنگی. ساعت شمارش معکوس نابودی اسرائیل به خاطر قطعی برق در تهران از کار افتاد. ببینید اینا کارهای احمقانه است. اگه کسی میخواد نابود کنه چرا بگه، میره میزنه نابود میکنه. اسرائیل میاد بگه من میام دانشمندتون رو فلان ساعت از من میبرم، میاد میزنه میره، بعد وای میسه توضیح میده که ما زدیم. این حماقت، این پولایی که خرج میکنید، اینا مال بیت الماله، اینا مال مستضعفانه، اینا مال اون گرسنه‌ایه که نون نداره، مال اونجاییه که آب ندارن، مال اونایی هن که برق ندارن، و خجالت و ننگ بر دیکتاتورهایی که ادامه سلطنت پهلوی رو فقط به جای تاج و تخت برداشتن کردن اما عبا و عمامه و منبع. و اما میگه خانواده رضاشاه و از جمله اشرف از نخستین افرادی بودند که بنابر تصمیم رضاشاه بر تغییر الگوی ایرانی و مدرنیته شدن ایران به صورت بیهجاب در مراسم جشن فارغ التحصیل دانشسرای عالی در 1314 شرکت جستند. یکی از بزرگترین اشتباهات رضا شاه این، همون به قول خودشون کشف حجاب یا رفع حجاب بود، که بعد اون عکس العملش همین یا توسری یا روسری که امروز میبینیم. میگه تا حالا هرچی بنر خیر مقدم دیدین فراموش کنید، این یکی رو به خاطر بسپارید. مقدم خواهران مینا و ملوک واکسن زده مدرنا به همراه شوهر خواهر عزیزمون واکسن زده فایزر به کشور اسلامی کرونایی با وضعیت قرمز خوش آمد میگوییم. از طرف اهالی منزل حاج نبی و نظام آباد و حوزه نمیدونم هومه بجز بعضیا، نمیدونم این واقعا جوکه یا حقیقت داره. اگه جوکه که خب خندیدیم و رفتیم، ولی اگه حقیقت داره دوستان باید به حال این ملت گریست که میان بنر دیدن برای شهادت، برای خوش آمد از سربازی اینا، و اینم بازی استفاده ناصحیح ما ایرانی ها هست، تندروی های ما ایرانی ها هست. و اما ماساژ حرفه‌ای تایلندی ویژه تهران توسط خانم کاویانی، من نمیدونم این واقعیه یا دروغیه، نوشته هزینه کل 200,000 تومان، صیغه محرمیت واسه ماساژ، بعد میگن ایمان ها ضعیف شده، قلحک و نمیدونم فلان جهت ماساژ. ببخشید کجا رفت؟ آها، جهت ماساژ برای رعایت مسائل شرقی صیغه خوانده میشه و فقط برای محرمیت هنگام ماساژ است و رابطه ای صورت نمیپذیرد. خانم علمداری همسر دوم صادقی مدیر عامل سابق زوبان اصفهان در فرودگاه دستگیر شد. او یک چمدان پر از طلا و همراه دلار در دست داشت. ضمناً ایشان دختر خواهر علم الهدا امام جمعه مشهد میباشد. بعد از دادن چمدان و پولها آزاد شد. این خبرها دوستان راست میگن، صحت و سقمش رو من نمیدونم، منم مثل شما دارم میبینم، مثل شما دارم نشون میدم، کار اشتباهی هم از این خبرها رو نشون دادم. میگه خدایا این دو رو از ما نگی، یکی مهر مادر، دیگری سایه پدر. مهناز افشار هنوز دلایل سیل را نگفته. آلمان تسلیت، سیل در آلمان تا الان 103 کشته، 1300 مفقود بر جا گذاشته. خود آلمانی ها که شعور ندارن، کاش خانم مهناز افشار تا اونجا هستن یک کم از دلایل واقعی سیل آلمان براشون بگن
تا بفهمن شعارهایی که یک شنبه ها در کلیسه ها میدن تا چه حد ویرانگره و کشورشون تا چه حد مرکز نفرین زمینه. البته با توجه به اینکه اونجا آلمانه نیازی نیست بی بی سی فارسی و سعودی اینترنشنال رو خیلی روش زوم کنه، چون فقط ایرانی ها باید احساس بدبختی کنن. خب صف ارامنه برای ورود به ایران برای فرار از دولت عثمانی 1921، صف ایرانیان برای ورود به ارمنستان برای تزریق واکسن و فرار از دولت خودشون تاریخ تکرار می شود. گواهی می شود خانم زهره صفایی، آن این خانمی بود که ما نشون دادیم، یه ویدیو هم نشون دادیم، امیدوارم بهش کمک شده باشه، امیدوارم مهمتر از کمک ایشون بهبود یافته باشد. و اما پیش از انقلاب یک شهروند زن آمریکایی ساکن تهران به نام سوزی شکایتی را به کلانتری ارائه می‌دهد و مدعی می‌شود که یک مرد میانسال هر روز با سر و صدا مزاحم او می‌شود. او می‌گوید مرد میانسال یک گیتار عجیبی بر دوش دارد و هر روز صبح که از کنار منزل ما عبور می‌کند فریاد می‌زند I love سوزی، یعنی دوستت دارم سوزی. اما وقتی کلانتری پیگیری میکند متوجه میشد این بیچاره مرد مزاحم نبوده، یک پنبه‌زن دورگرد است که فریاد میزند آی لاف دوزی. خب اینم از این. دوستان اجازه بدید من تا این لاف دوزی رو اینجا نشون دادم، بله از اینجا تا لاف دوزی رو بردارم عکس‌ها رو که دفعات دیگه کمتر باشه اینجا. رفتن همشون. حالا این اکثران دقیقا یادمه که از صفحه آقای اکبری برداشتم یا از فیسبوک ایشون. عکس حمامو نشون میده، یه بابایی با پسرش، بعد گویا میگفتن فیسبوک اینو ایراد گرفته، گفتن این نمیدونم بچه بازی و فلان رو ترویج میده، که من گفتم به دلیل این دمپایی هاشونو به دلیل نوع شیر آب لوله های آب اینا خیلی قدیمی نیستن، ولی جای تأسف داره که هموما اینقدر داغونن و تعمیر نمیشن. دوستان عزیز ساعت 3:55 دقیقه است، اجازه بدید من بیام در استدیوی جهانی با شما باشم و بعد ازتون خداحافظی کنم و بریم برنامه ها رو پی بگیریم با برنامه آقای حسن ارشاد و آقای خزعلی. برای آقای حسن ارشاد نوشتم که شما کاری کردی که ما قید جی ال ویز رو بزنیم، چون اون آقای عطاءالله کی بود نمیدونم یادم رفت، به ما گفت که شما باید بدیم ما فیلم ها رو نگاه کنیم. گفتم نه خیر، اون ساواک اطلاعات و نمیدونم ارشاد و اینها برای تو و برای کانادا، ما تو آمریکا زندگی میکنیم، بالا سر احتیاج نداریم. دوستان عزیز شما هم اگه لطف کنید تلویزیون مردم رو حمایت کنید ممنون میشم. تلویزیون مردم همه میتونن برنامه داشته باشن. ازتون یه خواهش هم میکنم، به صفحه مردمریپورت.com برید، یه ویدیوهای مثل همین آقای علی که گفتم من اونجا میذارم، شما میتونید نگاه کنید. بذارید من اینو الان اینجا نشون بدم، مردمریپورت.com مردمریپورت.com. آها ببینید تو این صفحه که میاین بستگی داره من از کجا داشته باشم نگاه کنم، از تلفن باشه، از واشنگتن باشه، از بیرون باشه، بتونم وصل کنم یا وصل نکنم، اینجوری اینا رو میفرستم. شما هم میتونید بیاین تو این صفحه. هیچ وقت توی فرودگاه وایسادین مینه هواپیما جلو رفته، شما هم نوبت بعدی هستین ولی هواپیما پرواز نمیکنه، میگین الکی وایساده اینجا برای چی؟ تو این فیلم 3 دقیقه‌ای دلیلش رو میگه، میگه هواپیما وقتی از زمین یکیش بلند میشه پشتش چنان خلأ و چنان پیچش هوا و اینا ایجاد میشه که اگه یه هواپیما همون موقع را بیفته بره اون هواپیمای دومی میخوره زمین و اینا. چند بار این اتفاق افتاده، به همین خاطر صبر میکنم. این فلسفه تنهایی رو نگاه کنید، بعد رو اینا کلیک که میکنید بهتون ببینید اینجا نشون میده. آها این آقای خیلی جوونه ولی خیلی قشنگ صحبت میکنه. اینا رو بعد بیان توی یوتیوب، این بغل فیلمای مختلف میذارم نگاه کنید. فیلمای شاهین اینجاست، همین فیلم اسخر بیچاره که بهتون گفتم این آقاست. اجازه بدین براتون بذارم ببینم.
آره اینم آخرش مثل که رفتن براش خونه گرفتن و اینه. حالا من نفهمیدم این واقعا فیلم مستند بود یا فیلم بازی کرده بودن، ولی از شرایط بعد زندگی هنرمندان میگفت که برای من خیلی جالب بود. اینا که اینقدر پول میسازن تو جوانی به فکر این نیستن یه خانه هنرمندان هست داشته باشن، پول بذارن بعد تو پیر بودن از استفاده کنن، اون وقت اینا میخوان بشن به اصطلاح فرهیختگان مملکت ما. در هر صورت این فیلم هم مال 10-15 سال پیش، احتمالا ایشون یا فوت شده یا خیلی پیر و ناتوان باید باشه، چون اون موقع 75 سالش بوده ولی 15 سال پیش الان 90 سالشه احتمال. دوستان عزیز این بود برنامه امروز ما، خیلی ممنون که با ما بودید. همینجوری که بهتون گفتم اینجا من خوب شد دیگه، فعلا یه هفته دیگه احتمالا بهتر میشه، ولی 2-3 ماه طول میکشه که بخیه های داخل وزیر خوب بشه. و تشکر میکنم، نرگس مست را گذاشته بودید، خیلی جالب بود، منم برای بار چندم دیدمش، خیلی ممنون. وقتی دوستان یه چیزی میفرستن من میبینم جالبه، اونا را هم میذارم و پخش میکنم تا جایی که امکاناتون اجازه بده، تا جایی که فیسبوک و این برور یقمون رو نگیرم. خیلی ممنون آقای اکبری، شما هم آخر هفته خوبی داشته باشید. دوستان عزیز از ایران از جای مختلف دنیا براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، و اگر شما هم حرفی برای گفتن دارید فکر میکنم تلویزیون مردم سکوی خوبی باشه، سکوی ارتباطی خوبی باشه برای حرف های شما. روز و روزگار بر شما خوش، با امید فردای بهتر و آیندهی روشن‌تر. مرسی.